های خامنه ای و خواص با بصیرت در بازی با آینده ایران. آیت الله خامنه ای در بخشی از سخنان خود در نشست با روحانیون خراسان شمالی با اشاره به وظایف سنگین روحانیت در شرایط کنونی، اوضاع کنونی کشور را با روزگار پیامبر اسلام در جنگ احزاب مقایسه کرد. او گفت: امروز نیز همانند شرایط جنگ احزاب در دوران پیامبر، همه دشمنان ملت ایران در سطح بین المللی و منطقه‌ای دست به دست یکدیگر دادند تا ایستادگی و عزم راسخ این ملت را بشکنند. اما همان گونه که در آن جنگ مؤمنان به خود ترس و تردید راه ندادند، ملت ایران هم با تلاش برای افزایش قدرت و توانایی‌های خود در مقابل فشارها ایستاده است. پیش از این رهبر ایران در انتقاد از کسانی چون رئیس بانک مرکزی که شرایط ایران را چون شعب ابیطالب دانسته بودند، جمهوری اسلامی را در شرایط مسلمانان در جنگ‌های بدر و خیبر قرار داده بود. اما در خراسان این تشبیه ها را نیز تغییر داده، از تشبیه دیگری استفاده نمود، تغییری که اهدافی را به شرح زیر دنبال می کرده است. الف، استفاده از احساسات مذهبی و تحریک آنها. رهبر ایران می کوشد تا با استفاده و به عبارت بهتر سوء استفاده از احساسات و گرایش های دینی مردم ایران، آنها را به مقاومت بیشتر در برابر فشارها فراخواند. او در تشبیهاتی از این دست خود را در جایگاه پیامبر می نهد. مردم را نیز با مسلمانان با اخلاص صدر اسلام مقایسه می کند و عناصر سست را هم با منافقان. کشورهای دنیا در این تشبیه در جایگاه کفار قرار دارند. با این تشبیه از مردم خواسته می شود همانطور که مسلمانان صدر اسلام پایداری کردند و به دستورهای پیامبرشان گوش دادند، آنها نیز از جانشین پیامبر در این روزگار پیروی مطلق داشته باشند. رهبر ایران در چرایی استفاده از این تشبیه می گوید: در جنگ احزاب عده‌ای منافق و سست ایمان مؤمنان را مورد عتاب و خطاب قرار می دادند که چرا کوتاه نمی آیید و سیاست خود را عوض نمی کنید. اما یاران واقعی پیامبر صلی الله در پاسخ با آنان می گفتند: ما از این فشارها تعجب نمی کنیم و نمی هراسیم و به راه خود ادامه خواهیم داد. آیت الله خامنه ای در حالی خود را در جایگاه پیامبر می نهد که از یاد می برد پیامبر اسلام هم در این جنگ و هم در جنگ بدر به مشورت با مسلمانان پرداخت و به آنان اجازه داد تا نظرات خود را ابراز دارند. حتی اگر بپذیریم در حل مشکلات پیش آمده امکان نظرخواهی از همه مردم وجود ندارد، که اینطور نیست، رهبر ایران می تواند دایره مشورت خواهی خود را از حلقه یاران با بصیرت فراتر برده و از همه گروه ها و احزاب نظرخواهی کند. اما آیا رهبری با ویژگی های او به چنین کاری تن می دهد؟ بیشک نه. آیت الله خامنه ای تنها آن بخش از تشبیه را مصادره و به مطلوب می کند که مؤید قدرتش باشد و فراتر از آن هیچ حقی برای مردم قائل نیست، چنان که در همین تشبیه آنها را حتی تهدید به مقاومت اجباری می کند. ب. تهدید مخالفان. رهبر ایران با این تشبیه البته باز قصد دارد تا مردم را به دو دسته کلی موافق و مخالف تقسیم کرده و مخالفان را منافق بخواند، زیرا آنها سست عنصر هستند و در برابر فشارهای دشمن تاب نمی آورند. از همین جا تکلیف مردمی را روشن می کند که احتمالاً در آینده به دلیل فشارهای اقتصادی به خیابانها خواهند آمد و حق و حقوق خود را طلب خواهند کرد. به عبارت دیگر، رهبر انقلاب از همکنون برای مردم خط و نشان می کشد که در صورت مقاومت نکردن در برابر فشارهای خارجی در زمره منافقان سست ایمان قرار خواهند گرفت و با منافقان نیز به شدت برخورد خواهد شد. ناگفته نماند، علاوه بر مردم، مخاطب این تعبیر کسانی نیز هستند که سخن از مذاکره با آمریکا به میان می‌آورند، زیرا آنها هم سست عنصرانی هستند که از رهبر ایران می‌خواهند جام زهر را بنوشد و در برابر خواسته‌های جهانی سر تسلیم فرود آورد. بنابر اشاره قرآن در سوره احزاب، منافقان و کسانی که در دل‌هایشان بیماری بود می‌گفتند خدا و پیامبرش جز وعده‌های دروغین به ما ندادند.
بنابراین رهبر جمهوری اسلامی با استفاده از این آیات می‌خواهد به مخاطب چنین القا کند که وعده‌های داده شده جمهوری اسلامی تا به امروز دروغی نبوده و اگر کسی چنین گمانی دارد باز در زمره منافقان است. به عبارت دیگر رهبر ایران مردم را به سکوت و عدم پرسشگری درباره تمام عملکردهایی فرا می‌خواند که کشور را به این روز کشانده است. او در سخنرانی روز اول خود از مسئولین می‌خواهد مسئولیت پذیر باشند، اما عمده مشکلات را به گردن دشمنانی می‌اندازد که با تحریم‌های خود کشور را محاصره کردند. رهبر ایران امروز پس از حدود 3.5 سال از وقایع انتخابات سال 1388 به گونه دیگر همان حرف‌ها و تهدیدهای نماز جمعه معروف خود را ادامه می‌دهد. سخنانی که باعث شده بود نیروهای سپاه و بسیج به جان مردم افتاده و به سرکوب آنان بپردازند. در آن روز هم مردم سکوت نکرده و به خیابان‌ها آمده و سرنوشت رأی‌هایشان پرسیده بودند. اما ایشان این ماجرا را به قشون‌کشی خیابانی تعبیر کرده و ریخته شدن خون مردم را به گردن رهبران جنبش سبز انداخته بود. جیم، امیدوار کردن مردم. آیت الله خامنه‌ای به ایجاد روحیه امید و امیدواری در مردم بسیار تاکید دارد. این نکته را در سخنرانی دیدار با معلمان در همین خراسان شمالی می توان دید. او از مخاطبان خود می خواهد تا در مدارس و دانشگاه ها دائما روحیه امید به آینده و حرکت و نشاط دمیده و از هر گونه القای یأس و ناامیدی پرهیز کنند. امر و نهی کردن های این روزهای وزارتخانه های ارشاد و اطلاعات هم به رسانه ها درباره چگونگی انعکاس خبر در راستای ایجاد همین روحیه است. دادن وعده های واهی امروز را به فردا می تواند برساند و این سیاستی بوده که در دوره احمدی نژاد همواره امروز مردم را در آرزوی فردایی بهتر به فردا می رسانده و فردا هم دوباره امروز مثل دیروز بوده است. برای این سیاست که در جمهوری اسلامی کارآمد بوده تضمینی همیشگی وجود ندارد. به همین دلیل رهبر ایران برای آن روز هم سلاح سرکوب را آماده خواهد داشت. در واقع آیت الله خامنه‌ای از مردم می‌خواهد در برابر گرسنگی و فقر صبور بوده و به آینده‌ای امیدوار باشند که با عملکرد این حکومت اصلاً متصور نخواهد بود. دال هشدار درباره جنگ. چنان که می‌دانیم مطابق با برخی از اقوال تاریخی در جنگ احزاب مسلمانان حدود 1 ماه در محاصره کفار شبه جزیره عربستان قرار داشتند، اما پس از آن در نبرد در گرفته پیروز میدان شدند. هرچند پس از افزایش تحریم ها مقامات جمهوری اسلامی همواره خود را در وضعیت جنگ دیدند و کار غرب را به نوعی اعلان جنگ علیه خود، تشبیه رهبر انقلاب به نوعی ناظر به آینده است و جنگی که در منطقه رقم خواهد خورد و چنان که در مقاله دیگر خاطر نشان کردم سپاهیانش انتظار آن را در سوریه می کشند. بنابراین رهبر ایران با این تشبیه به جنگی نیز اشاره می کند که در پس این محاصره اقتصادی وجود دارد و البته خود را پیروز آن نبرد معرفی می کند. سخن پایانی. سخنرانی های آیت الله خامنه‌ای در خراسان شمالی نشان داد او نسبت به 3.5 سال گذشته نه تنها هیچ تغییر و تحولی را در خود به وجود نیاورده، بل بیشتر از گذشته با تکیه بر لجاجت‌ها و تحلیل‌های اثر توهم در پی تنگ کردن هرچه زیادتر عرصه بر مردم ایران است. او نمی‌خواهد اشتباهاتش را بپذیرد و انتظار دارد مردم تبعات ناشی از آن را بدون هر گونه پرسشگری و یا اعتراضی تحمل کنند. آیا در چنین شرایطی دنیا باز هم می‌خواهد و یا اساساً می‌تواند جانب مردم ایران را فرو گذاشته و با نظامی که رهبری این گونه اصلاح ناپذیر دارد به مذاکره بپردازد؟ عملکرد و رفتار رهبر ایران نشان می‌دهد نظام او نیز قابلیت اصلاح ندارد. بنابراین پیش از آن که دور تازه سرکوب‌های مردم به سبب فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها آغاز گردد، بهتر آن است که دست مردم ایران برای یاری فشرده شود. نیویورک، 12 اکتبر 2012. بازخوانی مقالات دکتر بهروز بهبودی.